سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید. بچه‌ها امروز اومدیم با یکی دیگه از ترک‌های آلبوم شاهکار یوزن از علی سورنا به اسم رقص یا همون پیچک. بعضیا اومدن توی کامنت گفته بودن، آره همینو گفته بودن، هم کلا اومدن توی کامنت نوشته بودن که چرا دیگه از علی سورنا نمی‌رین اینا، که دلایل کلا اینکه کار قدیمی‌تر رو چرا نمی‌ریم تو هر ویدیو داریم دوباره میگیم، بیشترش به خاطر اینه که خب کار جدید داره میاد، اولویت با اوناست، برای همینه بیشترش. دیدی یه پست جدید تو اینستاگرام گذاشته؟ آره عکسشو من که قدیماشو نمیدونم و یادم نیست، ولی الان این عکسه که الان گذاشته یه حس خیلی همچین، هزار نفر نوشته بودن پیر نشو لعنتی. آره دقیقا، برای هیچ کس هم همینجور، هیچ کس هم اینا خب اونقدر سن ندارن که من چرا چهرهشون با ریش اینجوری و سنگت جا افتاده به نظر میرسه. کلا مرد این شکلی هم ریش که میذارن آجی، من اگه یه همچین آلبوم میدادم قشنگ در عرض یک سال 90 سال میرفت رو سنم. آره این آلبوم خیلی سنگین و خفنه، ولی آره. این ترک رو گوش نکردیم، ولی یکی از ترکایی بود که من یادم خودم که کامنتاشو زیاد میخونم که پیشنهاد میدادیم، پس بریم گوش کنیم. فقط قبل اینکه شروع کنیم بچه‌ها، یادتون نره که لایک رو بکوبید همین الان، اگه ساب نکردین همین الان ساب کنین که خیلی کم مونده تا برسیم به 15k. آره. اینقدر دیگه قشنگ مونده، اگر سابسکرایب هنوز قرمزه بکوبید روش خاکستری بشه. بریم ببینیم که رقص یا پیچک بریم داشته باشیم. مثلا موزیک حماسی طور شروع شد، خیلی با بارون فضا سازی. چه بارونه، چه سورنا و فضا سازیاش. و این فضا سازی من دوست دارم. تو باتو میزدی رو زنگ سرما، آتیش کشیدی توی جنگ سرما، کشیدی با چه قوزی تو ما دستتو پاکویدی شیش. منم یه پاس بکنم دقیقا، چقدر صداش یه حالت یا این شکلی داره رو صداش که بخواد صحبتاشو یه حالتی کنه، یه حسی انگاری که میکروفونش ASMR طوریه. تو باتو میزدی رو زنگ سرما، آتیش کشیدی توی جنگ سرما، کشیدی با چه قوزی تو ما دستتو پاکویدی شیشه خونه ها شکست. من نمیدونم، از الان نمیشه هیچ وقت راجع به آهنگش گفت راجع به چی حرف میزنه، من فهمیدم، ولی الان حس میکنم. تو بگو چون من اگه اشتباه کنم خیلی بده، زایه میشم. نه زایه، چون من مطمئنم داره راجع به چی میگه. تو بگو. من حس میکنم داره راجع به زیبایی در عشق میگه، راجع داره از خود نگار حرف میزنه. ها پس درست فکر میکردم، از خود نگار. آره. نگارش هم چون یه حس زنانگی دیگه گرفتم از شعرش، و رفرنس به ترکای دیگه‌ش هم داره میاره. میبینی توی کدوم ترکش بود؟ تو ترک نقش بود، تو نقاش بود که میگفت پا میکوبی. داره من هم جیاده ترکاش میدازه چیزش یادم نیست، نه فلوش درست یادم نه شعرش، ولی قشنگ داره یادم میفته. تو باتو میزدی رو زنگ سرما، آتیش کشیدی توی جنگ سرما، کشیدی با چه قوزی تو ما دستتو پاکویدی شیشه خونه ها شکست. توی خنده به جنگ، موی دماغ خونه ها عدسه سنگ، پاکویدی با چشای بسته، چه رقصی رو خورده شیشه های شکسته میکردی. من یادم اون فیلم هندیه افتادم، این خود ترک نگار این تیکش. آره آفرین، اونم همینجوری بود. جانی اون چی با اسم ترکه؟ اسم فیلمه؟ نمیدونم جبار سینگ توش بود داره، ولی جدن ها نگاه چه رفرنس خوشگلی داره، کلن داره کلا فهم کنم ترک مضمون ترک همین باشه، رقص پیچک. تو فکر میکنی نگار منظورش چیزه؟ نگار منظورش هیپ هاپه؟ آره چون جای مختلفی، چون آخه خیلی فمینین داره این هیپ هاپ رو. آره. توصیف آره. میکنه به هیپ هاپ به همه چیز داره میگه، نیست به همه چیز داره میگه، میدونی از این طریق داره حرفای دیگه ای رو میزنه. درسته که راجع به هیپ هاپ داره میگه، ولی از این طریق خیلی چیزای دیگر هم داره میگه. آره ولی الان که به قوس توی دست و مو اینا اینقدر زنانگی خالص رو داره میگه. آره خب چون توی ترک ها اینه رفرنسه هیپ‌هاپ... مثلا فکر میکنم توی ترک کویر ترک ترک بودی همچی چیزی یادته؟ نمیدونم. که داستان عشق قیچی و مو بود. آره فکر میکنم رفرنس ولی... کل ترک باید همجوری باشه، نمیدونم. ولی الان اگه نگار منظورش یا هر حس هر چیزی که حس زنانگی داره
خیلی زیبا داره این آره. این حالت زنانگی رو توصیف دقیقا. میکنه، این زیبایی های زنانگی رو توصیف میکنه. شای شکسته میکردی فصل باد واقعیت در آغوش گرفته بودم یال تو، تو با فشار رقصیدی توی باد سیال و رقصیدم پشت رقص سیال تو از درازخونه های قصه نام تو بذار یه بار دیگه روش کنم. باد واقعیت در آغوش گرفته بودم یال تو، تو با فشار رقصیدی توی باد سیال و رقصیدم پشت رقص سیال تو. تو با فشار رقصیدی توی باد سیال و سیال یعنی سیال یعنی مثل سیل هست. سیل چجوریه؟ چجوری جاری میشه سیل؟ خب چجوری حرکت میکنه؟ خروشان؟ هر چیزی که اون شکلی حرکت کنه، حالا خروشان نه، هر چیزی که اونجوری حرکت کنه سیل سیاله. خب okay. منظورش اینه، منظورش اینه که باد سیال، خب بادم اونجوریه دیگه، مثلا داره تشبیه میکنه به از اون طرف با بدنش که مثلا داشته میرقصیده، میگه رقصیدم با رقص سیال تو مثل آب. تو با فشار رقصیدی توی باد سیال و رقصیدم پشت رقص سیال تو از دراست خونه های قصه نامه ای رقص کنون دست های زنی مسترب رها شد مثل دست مال و کاغذ آو و ساقه ای زهر مرقصنده های ارکستر واقعیت رقص می شدیم و رقص می شدی تو چادر سیاه شب غرق می شدی با موج خروشان تیرگی مقابل من آروم می افتادی توی ساحل من من با تو دیدم که مرگ پس میکشه یه مقروخ چه تو بازم نفس میکشه من آری به زندگی رو با تو فهمیدم این که این بار سنگین و سرسخت میکشه دنبال تاریخ بگردی تو دست و پای زخمی آهنگای ما ببخشید یا خدا کورسو من کورسو یه جایی بکنم اصلا توی ویدیو کوتاه توی اینستا شنیدم و عجیبه این کورس که باید بهش دقت کنم بعد گوش یعنی گوش میدم ولی داره میگه اینجوری که توصیف کرد تا الان من به شدت نه تنها حس زنانگی بلکه حس مستقیمن به یک شخص حالا چه خیالی چه غیر خیالی میگیرم حتی ممکنه پشت ذهنش در واقع یه همچین شخصی باشه که داره اینجوری از استاری صحبت میکنه ولی خب مثلا چیزی که گفته چیزی که مثلا من و تو میتونیم دریافت کنیم اینه که مثلا راجبه هیپ هاپ باشه شاید اون دیگه مثلا خصوصی خودش نمیدونم ولی اگر که راجع به یه شخصی بوده باشه اسپسیفیکلی اگر راجع به یه خانومی بوده باشه اون خانوم چجوری الان زنده است وقتی که اینقدر زیبا توسط یکی مورد تفسیر میشه تو هر چیزی رو من حتی اگر الان به این رینگ لایت اینجوری تفسیر کنم پا میشه قلب میخروشانه اصلا چجوری اینقدر زیبا توصیف میکنه نفس میکشه یه مقروخ چه تو بازم نفس میکشه من آری به زندگی رو با تو فهمیدم این که این بار سنگین و سرسخت میکشه دنبال تاریخ بگردی تو دست و پای زخمی آهنگای ما دنبال تاریخ بگردی شعرهای واقعی باورای ما دنبال تاریخ بگردی سایه های زیر و فونت ستم دنبال رقصنده هایی که رقصشون گلول است تو صورت ستم دنبال تاریخ بگردی که قدرت نداره اعتنا به رقص ما دنبال تاریخ بگردی تو صحنه های وهم خواب پا برهنه ها و تو از هر شهر و هر صدا که میای به سمت زندگی واقعی یعنی مبارزه میون خورشید و وهم سایه ها دنبال تاریخ بگرد رقصیدیم تو این جهان تنگ بنا شده این ارواح قبل اینکه از اینا رو بخوایم رد چیم جدی جدی فیزیکی رو تاثیر گذاشت قبل اینه که بخوایم اینا رد چیم یه تیکایشو بذار حداقل یه تیکایشو بذار من یه ذره باز کنم چقدر قشنگه تاریخ بگردی سایه های زیر و فونت ستم دنبال رقصنده هایی که رقصشون گلول است تو صورت ستم میبینی کلا تو ترانه‌هاش خب اینا رو میگه دیگه بعد میگه دنبال تاریخ بگردیم از توی ترانه ها بگیر تا توی اتفاقایی که داره میفته دنبال تاریخ بگردی که قدرت نداره اعتنا به رقص ما دنبال تاریخ بگردی که قدرت نداره اعتنا به رقص ما اصلا اعتنا این وسط اهمیتی نداره قدرتی نداره اعتنا نکردنشون این خیلی حرفا با یک کلمه جابجا کردن چقدر منظور و معنی حرف رو چند لیول آب کرده اصلا دنبال تاریخ بگردی که قدرت فلورو نگاه دنبال تاریخ بگردی صحنه های وهم خواب پا برهنه ها و تو از هر شهر و هر صدا که میای به سمت زندگی واقعی یعنی مبارزه میون خورشید و وهم سایه ها دنبال تاریخ بگرد رقصیدیم تو این جهان تنگ بنا شده این ارواح مقروح
بوق مردگان رها شده با گوشه چش نگامون میکردن آجارا تو استخونه بی جون خونه های فقر وقتی که باد جدایی آواز شد آخرین استکاک که دست ما ساز شد من از پا باز اینجا فلوی هم شبیه ای سری ببین کلن از آهنگای دیگهش خیلی تو این هست بعد کلن داره اینقدر میگه دنبال تاریخ بگردین دنبال تاریخ بگردین این واقعا مهمه حالا از هر نظری که بهش نگاه کنی چه منظوری که خودش داره چه منظوری که کلی که هست میدونی اگه تاریخ رو ندونی زمین رو نمیدونی ریشه رو نمیدونی نمیدونی کجایی هست کجا هستی که بخوای به اون جایی که میخوای برسی شاید خیلی الان مثلا مخصوصا جوان امروز مثلا بهش فکر کنن ببینن خیلی خیلی به درد نخور و خیلی الکیه نه میدونی دلیلش اینه که من خودم شخصا فهم میکردم تاریخ خیلی چیز چرتیه تو مدرسه درسش رو اصلا دوست نداشتم مخصوصا تو تاریخ تو مدرسه که میخوندیم چون تو مدرسه تاریخ که میخوندیم تاریخ نبود دین بود آره. دین بود به زبان تاریخ چون مهمه میدونی دونستن تاریخ واسه اینه که به ما بینش میده به ما دیدگاه میده این خیلی مهمه میکردن آجرا تو استخونه بی جون خونه های فقر وقتی که باد جدایی آواز شد آخرین استکاک که دست ما ساز شد من از پشت کشیده شدم توی طوفان من پنجه هم مشت تو پنجه هات باز شد اون روز که تو سایه ها جدا شدی من از پشت کشیده شدم تو طوفان من پنجه هم مشت تو پنجه هات باز شد تو تسلیم شدی ولی من محکمتر گرفتم البته میتونم اینجوری باشه که من مقاومت کردم ولی تو آزاد تو میخواستی با باد طوفان برقصی شد. آخرین استکاک که دست ما ساز شد من از پشت کشیده شدم توی طوفان من پنجه هم مشت تو پنجه هات باز شد از اون روز که تو سایه ها جدا شدیم مثل همه همسایه ها جدا شدیم تو جوونه ی کوچیک رون حال زندگی که تو روز تقسیم شاخه ها جدا شدیم هوای شاخه من شک شد دور از شاخه تو شاخه من تک شد تا آخرین لحظه رسیدی به بودن تا فهمیدم درخت این قافله پیچک شد دنبال تاریخ بگرد وقتی یکی میشه با نگار الان یکی شد دقیقا دور از شاخه تو شاخه من تک جدا شدیم میگم اونجا که جدا شدیم خب از اونجایی که جدا شدیم از دست تقدیر شاخه‌هامون جدا شد یه کوچیک رونه حال زندگی که تو روز تقسیم شاخه ها جدا شدیم هوای شاخه من شک شد دور از شاخه تو شاخه من تک شد تا آخرین لحظه رسیدی به بودن تا فهمیدم درخت این قافله پیچک شد تا وقتی رسیدی به لحظه بودن فهمیدم که درخت این قافله پیچک شد ما به هم رسیدیم این درختی که ما جدا این درختی که اولش ما اصلا جدا شدیم تو رو هر یکی از شاخه هاش من تک افتادم تو تک تهش این درخت پیچک بود ما از ریشه یکی بودیم ما تهش سرنوشت ما رو به هم گره میزد ما وسط کار فقط دلهوره علکی داشتیم هوای شاخه من شک شد دور از شاخه تو شاخه من تک شد تا آخرین لحظه رسیدی به بودن تا فهمیدم درخت این قافله پیچک شد دنبال تاریخ بگردی تو دست و پای زخمی آهنگای ما دست و پای زخمی آهنگای ما من چپوندم این حرفا رو توی این آهنگا میدونی تو دست و پای زخمی میدونی آهنگا زخمی این حرفا هم دنبال تاریخ بگردی تو دست و پای زخمی آهنگای ما دنبال تاریخ بگردی شعرهای واقعی باورای ما دنبال تاریخ بگردی سایه های زیر و فونت ستم دنبال رقصنده هایی که رقصشون گلول است و صورت ستم دنبال تاریخ بگردی که قدرت نداره اعتنا به رقص ما دنبال تاریخ بگردی صحنه های وهم خواب پا برهنه ها و تو از هر شهر و هر صدا که میای به سمت زندگی واقعی یعنی مبارزه میون خورشید و وهم سایه ها دنبال تاریخ بگرد دنبال تاریخ بگردی صحنه های وهم خواب پا برهنه ها و تو از هر شهر و هر صدا که میای به سمت زندگی واقعی یعنی مبارزه میون خورشید و وهم سایه ها دنبال تاریخ بگرد آره اگه دنبال تاریخ بگردی میدونی که انتهای هر شبی روزه میدونی منظور اینه مخواب پا برهنه ها و تو از هر شهر و هر صدا که میای به سمت زندگی واقعی یعنی مبارزه میون خورشید و وهم سایه ها دنبال تاریخ بگرد
رقصیدیم تو این جهان تنگ بنا شده، این ارواح مقروغ مردگان رها شده، با گوشه چش نگامون میکردن آجرا تو استخون بی جون خونه های فقر. وقتی که باد جدایی آواز شد، آخرین استکاک که دست ما ساز شد، من از پشت کشیده شدم توی طوفان، من پنجه هم مشت تو پنجه هات باز شد. دقیقا داره همینو میگه، میگه که آخرین استکاک دست ما ساز شد، یعنی آخرین صدایی که دست ما را از هم جدا کرد یه مثل ساز شد. خب این صدا، خب میگه من پنجه هام مشت تو پنجه هات باز شد. این فقط یه تصویر سازیه، اونقدر چیز نیست. مثلا مثل تصویری که مثلا فرض کن اون دست اینجوری گرفته، این دست مثلا جونش کمه اینجوری مثلا رها شده، جدا شدن. منظور اینه که کلا را جدا شدن از اون نطفه، رو داره میگه که جدا شدن لحظه ابتدایی. از اون روز که تو سایه ها جدا شدیم، مثل همه همسایه ها جدا شدیم، تو جوونه کوچیک رو نهال زندگی که تو روز جدا شدیم، تو جوونه کوچیک رو نهال زندگی ما جدا 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 روش کردیم، ولی این درخت تهش پیچک بود. مثل همه همسایه ها جدا شدیم، تو جوونه کوچیک رو نهال زندگی که تو روز تقسیم شاخه ها جدا شدیم. هوای شاخه من شک شد، دور از شاخه تو شاخه من تک شد، تا آخرین لحظه رسیدی به بودن، تا فهمیدم درخت این قافل پیچک شد. این بخش دومش رو من بیشتر میگیرم، حالا که میام اون بخش مثلا اولی که میگه رو درک کرده تو کار من نگرفتم اونو، ولی اون بخش دومش رو دقیقا منم میگیرم که دقیقا اینا هم دیگه رو کامل میکنن. اون تیکه حالمون ممکنه که واقعا سورنا از یه نگاری حرف بزنه که تو زندگیش هست ما نمیدونیم، ممکنه از کاملا از اون کارش حرف بزنه، از نگاری که توی کارش هست که ما میدونیم هیپ هاپه، از اون مثلا صحبت کرده باشه که مثلا این روزگار و این سختی و شرایط ما رو جدا کرد، ولی تهش این بود که ما ریشه یکی بودیم، ما در صورت بنیاد یکی بودیم. قشنگی این جور کارا اینه که آدما از هر پرسپکتیوی که به خودشون بیشتر بخوره میتونن نگاه کنن و بگیرن و هیچ غلط و درستی که منحصر، یعنی نظر خود کسی که ساخته معقوله، کاملا مال خودش اثر، ولی یه جوری با انتخاب خودش ساخته که آدم ها بتونن برداشته زیاد داشته باشن. شما برداشتتون چیه بچه ها؟ شما حتما برسید بگیم بهمون، حتما توی کامنت ها، هیچ نظر درست و غلطی وجود نداره، اگر نظر خاصی دارین حتما توی کامنت ها بهمون بگین، و اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما این ویدیو رو لایک کنین، یادتون نره که اگر ساب نکردین همین الان سابسکرایب کنین که داریم میرسیم 15 کی. زنگولم بزنید بچه‌ها، یادتون نره دو تا ویدیو خیلی بالا دیگه هم می‌ذارم، روز این موقع هر کدوم حال کرد نگاه کنید و تا ویدیو بعدی خدافظ. Me that you love me.